سلام وقتتون بخیر فرمان عزیزی هستم مدرس زبان در خدمتتون هستم با تدریس کل کتاب Basic Grammar in برای دیدن آموزش همه ای قسمت این کتاب میتونید به قسمت لیست پخش کانال برید و همه آموزش ای های این کتاب رو به صورت رایگان تماشا کنید خب بریم به بررسی درس امروز رو پردازیم فقط قبل از شروع درس اگر از این ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید بود ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو هم لایک کنید سوالات و نظرات خودتون رو هم در قسمت کامنت بنویسید رسیدیم به درس 84 تو این درس مهم درباره قیدهای حالت صحبت کنیم قید حالت کلمه ایه که به ما میگه فعل جمله چطور انجام میشه یا نحوه انجام شدن فعل رو به ما میگه الان به این مثال لغت کنید علی درایوز علی رانندگی میکند الان تو این جمله هیچ چیزی درباره نحوه رانندگی کردن علی نگفتیم حالا میگم Ali drives carefully. علی با دقت رانندگی میکنه. الان تو این جمله این carefully یعنی با دقت اومده نحوه رانندگی کردن علی رو میگه. علی رانندگی میکنه، چطور رانندگی میکنه؟ با دقت رانندگی میکنه. پس کلماتی که میان به ما میگن فعل جمله چطور انجام میشه؟ به اون کلمات میگیم قیدهای حالت. پس قیدهای حالت فعل رو توصیف میکنن قید حالت هم به انگلیسی میشه adverb of manner به این مثال دقت کنید she drives carefully او با دقت رانندگی میکنه مثال بعدی he ate his dinner quickly او شامش رو خورد خب چطور خورد سریع خورد او شامش رو سریع خورد اینجا این quickly داره نحوه شام خوردن اون شخص رو میگه. اینجا کویکلی قید حالت هست. I opened the door slowly. من در رو باز کردم. خب چطور در رو باز کردم؟ Slowly. به آرامی. به آهستگی. این اسلولی داره نحوه باز شدن در رو میگه. این اسلولی ارتباط داره با فعل جمله. فعل جمله چیه؟ اوپن یعنی باز کردن. نحوه باز کردن رو داره میگه. پس این میشه قید حالت مثال دیگه Our team played badly تیم ما بازی کرد چطور بازی کرد؟ Badly بد Bad بازی کرد اینجا این بدلی داره نحوه بازی کردن تیم رو میگه داره میگه که اون بازی کردن چطور انجام شده پس این بدلی قید حالت هست They laughed loudly آنها خندیدن چطور خندیدن؟ با صدای بلند خندیدن این لاودلی میشه قید حالت نحوه خندیدن رو داره میگه این لاودلی بخوایم قید حالت رو تو جمله پیدا کنیم یه راه حل خیلی آسونی داره از فعل جمله بپرسیم چطور یا چگونه آنها خندیدن چطور خندیدن لاودلی با صدای بلند خندیدن Our team played badly تیم ما بازی کرد چطور بازی کرد بد بازی کرد She spoke angrily او صحبت کرد. چطور صحبت کرد؟ با عصبانیت صحبت کرد. angrily قید حالت هست. اگه دقت کرده باشید آخر این قیدهای حالت الوای اومده. بیشتر قیدهای حالت آخرشون الوای هست. برای ساختن بیشتر قیدهای حالت کافیه که آخر صفت الوای اضافه کنید. یعنی با آخر صفت الوای اضافه کنیم تبدیل میشه به قید حالت این ندیف صفت هستن این ردیف قید حالت هستن سلو صفت قید حالتش میشه سلولی سلو یعنی آهسته یا آرام سلولی به آهستگی به آرامی کوایت یعنی ساکت آرام قید حالتش میشه کوایتلی کرفول یعنی مراقب carefully با دقت بعد صفت قید حالتش میشه badly happy یعنی خوشحال قید حالتش میشه happily فقط صفت که به وای خط میشن وای رو تبدیل میکنیم به آی بعدش الوای میذاریم easy یعنی آسان easily به آسانی آخر easy وای آمده وای رو اول تبدیل میکنم به آی بعدش الوای میذارم heavy یعنی سنگین قید حالتش میشه heavily perfect یعنی عالی قید حالتش میشه perfectly sudden یعنی ناگهان suddenly ناگهانی تو این اسلاید میخوایم صفت ها رو با قیدهای حالت مقایسه کنیم به این دو تا جمله دقت کنید مینا very quiet مینا خیلی ساکته خیلی آرومه مینا speaks very quietly مینا خیلی آروم صحبت میکنه الان تو جمله اول quiet صفت هست تو جمله دوم کوایتلی قید حالت هست حالا نکته این قسمت چیه؟ ببینید صفت اسم رو توصیف میکنه قید حالت فعل رو توصیف میکنه نه و یه انجام شدن فعل رو میگه نگاه کنید اینجا دارم میگم مینا is very quiet مینا خیلی ساکته خیلی آرومه اینجا دارم کیو توصیف میکنم مینا رو توصیف میکنم راجب مینا دارم صحبت میکنم حالا اینجا مینا speaks very quietly. مینا خیلی با آرامی صحبت میکنه. اینجا این quietly راجبه مینا صحبت نمیکنه. راجبه نحوه صحبت کردن مینا صحبت میکنه. اینجا مینا رو توصیف کردیم. اینجا فعل جمله رو توصیف کردیم. نحوه انجام شدن فعل جمله رو گفتیم. گفتیم با آرامی صحبت میکند. پس صفت اسم رو توصیف میکنه. قید فعل رو توصیف میکنه. علی is careful علی مراقبه اینجا دارم علی رو توصیف کنم این careful داره علی رو توصیف کنم اینجا صفته حالا علی listens carefully علی با دقت گوش میکنه این carefully اومده چی رو توصیف کرده؟ گوش دادن رو توصیف کرده اینجا carefully علی رو توصیف نکرده گوش دادن رو توصیف کرده نحوه گوش دادن رو توصیف کرده پس هر جا صفت در جمله بود بدونید که اون صفت داره یک اسم رو توصیف میکنه هر جا قید حالت در جمله بود اون قید حالت داره نحوه انجام شدن اون فعل رو میگه It was a bad game اون یه بازی بدی بود اینجا داریم بازی رو توصیف میکنیم یه اون بازی بد بود اینجا بد صفته حالا اینجا Our team played badly تیم ما بازی کرد چطور بازی کرد؟ بد بازی کرد این بدلی تیم رو توصیف نکرده اومده نحوه بازی کردن تیم رو توصیف کرده به عبارتی داره فعل رو توصیف می‌کنه، پس میشه قید حالت اما اینجا بعد بازی رو توصیف کرده نگاه کنید I felt nervous من احساس استراب کردم اینجا nervous صفته I waited nervously. من مستربانه منتظر ماندم. اینجا nervously قید حالت هست. داره فعل wait رو توصیف میکنه. نکته بعدی. Hard و fast هم صفت و هم قید حالت. Hard یعنی سخت، fast یعنی سریع. این دوتا کلمه هم صفت هستند و هم قید حالت. نگاه کنید. Ben is a fast runner. بن یک دونده سریه اینجا فست صفته اومده قبل از اسم رانر یعنی دونده اینجا فست صفته حالا این مثال بن رانز فست بن سری می بن می دوه. چطور می دوه؟ سری می دوه. اینجا داریم بن رو توصیف می یا دویدن رو توصیف می نحوه دویدن رو توصیف می اینجا داریم نحوه دویدن رو توصیف میکنیم اینجا چون اسم رو توصیف کردیم این فس صفته اینجا چون فعل رو داریم توصیف میکنیم فست قید حالت هست داریم میگیم ران میدوه چطور میدوه سری میدوه داریم راجع به دویدن این صحبت میکنیم پس اینجا فست میشه قید حالت میناس جابیز هارد میگه شغل مینا سخته اینجا هارد صفته چون داره چی رو توصیف میکنه؟ یک اسم رو توصیف میکنه اینجا داریم چی رو توصیف میکنیم؟ شغل مینا رو داریم توصیف میکنیم داریم میگیم شغل مینا سخته مینا ورکس هارد مینا سخت کار میکنه مینا کار میکنه چطور کار میکنه؟ سخت کار میکنه این هارد راجبه مینا صحبت نکرده راجبه نحوه کار کردن این صحبت کرده اینجا چون هارد داره فعل جمله رو توصیف میکنه هارد پیدا حالت هست اینجا هارد چون داره شغل مینا رو توصیف میکنه یک اسم رو توصیف میکنه صفت هم. حالا لیت و ارلی هم صفت هم و هم قید لیت یعنی دیر ارلی یعنی زود They are always late اونا همیشه دیر میکنن اینجا لیت صفته حالا I want to bed late من دیر به رخت خواب رفتم اینجا لیت قید هست He was in his early teens. او در اوایل نوجوانیش بود. اینجا early یعنی اوایل. اینجا early اومده قبل از اسم صفت هست اینجا. حالا I woke up early. من زود بیدار شدم. اینجا ارلی قید هست. نگاه کنید اینجا early داره اسم رو توصیف میکنه. Teens یعنی نوجوانی. دوران نوجوانی. Early اومده قبل از یک اسم. پس اینجا صفته. اما اینجا early داره فعل جمله رو توصیف میکنه من بیدار شدم چه زمانی زود قید فعل جمله رو توصیف میکنه ببینید ما گفتیم بیشتر قیدهای حالت رو چطور درست میکنیم بیایم آخر صفت ال اضافه کنیم تبدیل میشه به قید حالت اما صفت گود رو در نظر بگیرید گود یعنی خوب این گود رو بخوایم تبدیلش کنیم به قید حالت آخرش ال اضافه نمی کنیم این یک استثناء قید حالت گود میشه well نگاه کنید He is a good driver او یه راننده خوبیه الان اینجا good صفت اومده قبل از اسم حالا میخوام میگم او خوب رانندگی میکنه میگم he drives well نمیگم he drives goodly قید حالت good میشه well اینجا well قید حالت هست it was a good game بازی خوبی بود اینجا good صفت اومده قبل از اسم حالا میخوام بگم تیم ما خوب بازی کرد میگم Our team played well نمیگم Our team played goodly اینجا well قید حالت هست Your English is very good انگلیسی تو خیلی خوبه اینجا good صفته حالا میخوام بگم تو انگلیسی رو خیلی خوب صحبت میکنی میگم You speak English very well نمیگم very goodly حالا کلمه well علاوه بر اینکه که قید حالت هست میتونه صفت هم باشه وقتی که اونو به عنوان صفت استفاده میکنیم معنی یعنی خوب سالم یعنی کسی که از لحاظ سلامت خوب باشه مثلا I'm very well today امروز حالم خیلی خوبه اینجا well چی هست صفت هست ولی توی مثال های بالایی well قید حالت هست خب اینم از محتوای درس 84م امیدوارم که براتون مفید بوده باشه آرزوی موفقیت برای همه شما یا تیرندگان عزیز.